شاهزاده رضا پهلوی، ما جمعی از ایرانیان دلسوخته که سالها برای آزادی و نجات میهن و همچنین برپایی نظام پادشاهی در ایران پیکار کرده ایم، این نامه را برای شما نوشته ایم تا درخواست نماییم مطلب مهمی را که جناب عالی با زبان سیاسی در گفتگویتان با کیهان لندن بیان نمودید را با زبانی آشکار و ساده تر برای میلیون ها هوادار پادشاهی بازگویید تا تکلیف این جمعیت بزرگ و خوشدل به شما روشن گردد. در زمان 1:13:23 گفتگوی شما با آقای بیژن فرهودی که به تاریخ 26 نوامبر 2016 انتشار یافت، شما می‌فرمایید: اگر بخواهم نقش در مملکت داشته باشم، نمیتونه یک نقش سمبولیک باشه که به درد هیچ کس نخواهد خورد. در اینجا شما آشکارا اعلام می‌دارید که نمی‌خواهید در آینده ایران خود را در سامانه شهریاری کشور ببینید و اصولاً نقش سمبولیک را برای خود قائل نمی‌باشید. اقرار شما به این که به نظام پادشاهی باورمند نیستید و از سوگند 36 سال پیش خود عدول کرده اید با کارنامه چند ماه اخیر شما کاملا هماهنگ است. اماراتی کردن جزایر سگانه ایرانی، خلیج نامیدن خلیج همیشه پارس، چند ملیتی کردن ملت یگانه ایران و فاشیست خواندن جوانانی که هویت خود را در پاسارگاد فریاد کردند، از هیچ شاهی و یا شاهزادهی انتظار نمی رفت و صد البته با مرام شاهان پهلوی در تضاد کامل بود. شما تمامی موارد یاد شده را بیان کرده اید و اصول ملی را نادیده گرفته اید. نه تنها در تاریخ ایران باستان، بلکه در تاریخ جهان شهریار نمادی از یک پارچگی کشور و اتحاد ملی بوده است و نیاز به توضیح نیست که جناب عالی در این روزها با انجام این وظیفه تاریخی فرسنگ ها فاصله دارید. البته برای ما امضا کنندگان مدت هاست روشن شده است، ولی خواهشمندیم برای روشن شدن تکلیف میلیون ها ایرانی ساده دل و علاقمند به نظام پادشاهی و شخص شما که هنوز در میان زمین و آسمان قرار گرفتند، بسیار بی پرده و رک و راست نظر خیش را درباره سامانه شاهی در ایران و حضور و یا انصراف قطعی خود را از جای گرفتن در آن مقام اظهار فرمایید. همچنین صراحتاً بفرمایید شما اعتقاد به پاسداری از تمامیت ارضی ایران را دارید یا خیر. بدین گونه تکلیف مردم با شما و شما با مردم روشن‌تر می‌گردد. شاهزاده رضا پهلوی، کشور ما را نه محافل فراماسونری و جریان‌های گلوبالیستی نگه داشته‌اند و نه بنگاه‌های ریز و درشت دموکراسی سازی و انقلاب‌های رنگی. آریابوم ما را امثال آن صدها قواس جان بر کف نهاده که پیکرهای پاکشان از ژرفای اروندرود و خلیج پارس بیرون کشیده شد، پاس داشته و خواهند داشت. ایران با شما یا بدون شما بزرگ خواهد ماند. این ما و شما هستیم که خواهیم رفت با نامی که به سیاهی یا سپیدی از خود بر جای خواهیم گذاشت. باشد همه ما در راه ایران بزرگ رستگار شویم. پاینده ایران.